درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده هفتگی برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستن و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورای عزیز. بانو آرتمیس خیلی خوش اومد. سپاسگزارم بانو افسانه، درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی و سپاس از اینکه این وقت رو دارید میگذارید و زحمت میکشید و با برنامه ها همکاری میکنید. سپاس از حضور شما بانو آرتمیس. جستار امشب در مورد تاریخچه مرد سالاری و زن سالاری هستش و آیا نیاز به برابری زن و مرد در جهان این روزها در این عصر چقدر احساس می شود و این شعارهایی که متاسفانه به عنوان برابری تحت عنوان برابری زن و مرد یک عده‌ای دارن و در جنبش های مختلف مثل فمینیسم دارن میدن، آیا این تأثیر یا اصلا همون برابری زن و مرد یا نه این برعکسه به خاطر کم رنگ کردن مردان و جنبش های گلوبالیستی هستش؟ سپاسگزارم بانو فرزانه. بسیار این جستار مهمه. حالا از چه نظر مهمه؟ برای اینکه این واژه مرد سالار که همیشه ما همه میشنویم، باید اصلا بدونیم که کلن چه مفهومی داره و اینکه هی میگن مرد سالاری زن سالاری این حرفا چه واقعا مفهوم درونی داره این واژه ها. واژه مرد سالار یا پدر سالاری کلن در واقع توضیح یا تشریحی است از قدرت، روابط قدرت بین زن و مرد و در واقع اینکه چگونه جهان در موقعیتی قرار گرفته که مردها بیشتر نیروهای گوناگون، حالا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو در جهان در دست دارن و چگونه زن در رده بعدی قرار گرفت و از کی این اتفاق افتاد. خب همه ما میدونیم که در تمدن‌های مدرن در جهان امروز هر آنچه که ساخته شده تا کنون و داره ساخته میشه نتیجه یک مشارکت و تعاملی است که مردان و زنان با هم داشتن. در واقع هیچ ملتی نیست که بتونه بدون کمک زنان پیشرفت بکنه و در واقع ممکنه این روزها حتی خیلی از ما زنانی رو میبینیم در موقعیت‌های از قدرت و مثلا ملکه ها رو میبینیم، بالاخره بانوان که همسران شاهان ممکنه باشن یا ممکنه رئیس جمهور باشن یا نخست وزیر باشن یا در حد مثلا مدیریت ها و وزارت ها و در واقع رده های بالای اجتماعی و سیاسی در جهان. و ولی به هر حال آنچه که ما میبینیم این واقعیت رو تغییر نداده که مردها به طور کلی غلبه دارن و سیستم بر اساس چیرگی مردان بر زنان در واقع ساخته شده و زنان دارن یک جورایی همکاری میکنن در یک راههایی، اما این که چه اندازه واقعا زنان در اون جایگاهی هستند که در جهان مدرن باید باشن، این خودش جای سوال داره. حالا ما میایم از واژه پاتریارکی یا همون پدر سالاری یا مرد سالاری آغاز میکنیم که به معنای غلبه و در واقع چیرگی پدر یا همسر یا مردان هست به طور کلی در یک خانواده یا در یک اجتماعی که مردان در اون غالب هستند. حالا حتی در خونه ها میتونن مرد سالار باشن یا در اجتماع و به طور کلی فقط غلبه مرد رو بر زن نشون نمیده، غلبه مردان رو داره بر مردان کم سنتر و بچه ها و به طور کلی هر کسی که در درجه در واقع نیرومندی و در واقع میشه گفت اهمیت کمتر به اصطلاح از اونها قرار داره یا زیر دست اونها میتونه بگیم محسوب میشه.
به طور کلی این واژه‌ای که امروزه به عنوان مردسالاری گفته میشه هر نوع غلبه مردان رو در بر میگیره و این هم در گفتم عمومی هست، هم خصوصی هست، هم اجتماعی، هم سیاسی، هم اقتصادی و در هر نوع رابطه‌ای که مردان و زنان در جهان امروز دارن میتونه این معنی داشته باشه. حالا ببینیم اصلا از کی این اتفاق در جهان افتاده و آیا جهان روزگاری بوده که مادر سالار یا زن سالار بوده باشه؟ به طور کلی میتونیم بگیم که از دورانی که حالا ما میدونیم که میلیون ها سال انسان ها در این کره زمین وجود داشتن، اما از چیزی حدود زیر 20,000 سال هست که میتونیم بگیم جوامع بشری اندک اندک در گروه ها و قبیله های کوچک شکل گرفت و افراد در کنار هم جمع شدن، حالا چه در غارها، چه در مثلا کنار جنگل ها، یا در کنار دریاها، یا در هر جایی که انسان ها زیست میکردن، گروه گروه شدن و آغاز کردن که با هم به صورت یک قبیله زندگی کنند. از این تاریخ به دلیل اینکه زنان در آن دوران شکارچیان بسیار بهتری بودند و به دنبال غذا رفتن رو زنان انجام میدادند. حالا چرا انجام میدادند؟ به خاطر اینکه طبق غریزه زنان بایستی از نوزادی که میزاییدند رو تغذیه میکردند تا کودک خردسال، تا کودک بزرگتر، تا هنگامی که به نوجوانی میرسید و خودش دست و پای شکار کردن یا دنبال غذا رفتن رو پیدا می کرد، زنان مسئول تغذیه اینها بودند. از این روی هم زنان مانند همه جانوران دیگه در جهان به دنبال غذا می رفتن و شکارچیان بهتر بودن. حالا ماهی می گرفتن، پرندگان یا بالاخره حیوانات دیگر رو شکار می کردن و می آوردن و غذا برای فرزندانشون مهیا می کردن. از این رو زنان خیلی به اصطلاح چست و چابکتر بودن و خیلی زنان می تونیم بگیم که دست و پاشون بازتر بود و غلبه یا اجازه مرد در زندگیشون لازم نبود و این قانونی بود که ما در طبیعت هم می‌دیدیم. مثلا در کندوی عسل یک ملکه وجود داره که قالبه و چیره است و بقیه زیر دست اون کار میکنن، میان براش نگهبانی و نگهداری میکنن تا این بتونه تخم بذاره و زنبورهای جدید تولید کنه. در انسان 20,000 سال پیش هم همین حالت وجود داشت تا زمانی که زنان حتی موقعی که به سن نوجوانی میرسن، نخستین حاملگی که پیدا میکردن، خیلی از زنان پس از زایمان بچه هاشون رو بر میداشتن و میرفتن. چرا؟ برای اینکه دیگه خودشون میخواستن اون بچه رو نگهداری کنن و خب جوامعی که هنوز قانونمند و متمدن نشده بود که بگیم حالا مردان می اومدن وظیفه‌ای در نگهداری از بچه یا خانواده انجام میدادن، زندگی ها خیلی انسان های آغازی، انسان های نخستین مانند بود و همه باید می رفتن دنبال غذا و به خاطر اینکه زنان طبق غریزه غذا رو جور می کردن، می تونستن هر موقعی که دلشون می خواست بچهاشون رو بر می داشتن و از این قبیله می رفتن، قبیله جدیدی درست می کردن و بچهاشون رو بزرگ می کردن و زندگی تشکیل می دادن. و مردان هم در درجه دوم اهمیت بودن و به ویژه بیشترین کاری که مردان می کردن ساخت فقط وسایل شکار بود. حالا به خاطر اون مثلا بازوهای قوی تری که داشتن، شاید مثلا می اومدن از عصر آهن نیزه ها درست می کردن یا از قبل از اون هم حتی نیزه های چوبی رو درست می کردن و شکل می دن و وسایل شکار رو در واقع می ساختن. اما این زنان بودن که بهترین شکارچیان و بهترین جمع‌آورندگان خوراکی و غذا و دانه ها و میوه ها بودن. هنگامی که بشر به آنجا رسید که یک جانشینی رو پیشه کرد، یعنی آمد و شروع کرد به جای اینکه بره در جنگل ها عقب غذا بگرده، جلگه های حاصلخیز رو پیدا کرد و گفت در کنار آب ها و رودخانه ها کشاورزی کنم و دام حیوانات رو به خدمت در بیارم و دام پروری کنم و یک جانشین شد، آن زمان بود که در واقع مردان وظیفه نگهداری
و حفاظت از داشته ها رو آغاز کردن، یعنی از زمین های کشاورزیشون، از دامشون، از به اصطلاح اون محوطه‌ای که حالا خانواده زنان بچه ها و قبیله خودشون زندگی می کرد و آغاز کردن به نگهبانی کردن جلوی حمله دیگرانی که کشاورزی نمی کردن و هنوز یک جانشین نشده بودند و انسان های به اصطلاح یک کمی بدوی تر یا وحشی تری بودن، آنهایی که یک جانشین شدن اندک اندک آغاز کردن به حفاظت داشته ها و یک جانشینی خودشون. در واقع از آن هنگام بود که حالا انسان‌ها آغاز کردند به غلبه مرد بر زن و مردان آغاز کردند به اینکه نه تنها داشته‌ها و اون قبیله رو به طور کلی حفاظت می‌کنن، بلکه سلطه و قدرت افتاد دست مردان برای اینکه به عنوان مهمترین واحد یک اجتماع یعنی خانواده یا اون قبیله کنترل رو به عهده بگیرن و زنان محروم شدن از دستیابی به چنان قدرتی به خاطر که مردان در دفاع از قبیله و گروه و داشته ها نیرومندتر بودن از نظر فیزیکی. و پس از اون بود که دیدین زنان نه تنها غلبه مردان بر محافظت از داشته ها بود، بلکه زنان محروم شدن از بسیاری از حقوقشون، از نفوذشون و از منابعی که به اصطلاح در دسترسشون بود برای اینکه زندگی مستقل داشته باشن. و از اینجا هست که میبینیم سیستم غلبه مردان از آغاز یک جانشینی آغاز شد و مردسالاری جایگاه جای زنسالاری رو گرفت. حالا چرا این موضوع اهمیت داشت؟ به خاطر اینکه مردان هنگامی که غلبه پیدا کردن و نیرو و قدرت رو به دست گرفتن، خیلی خشونت آمیزتر قدرت رو نگه داشتن، در حالی که زنان تا پیش از اون هنگامی که زنان به شکار می رفتن یا به جمع‌آوری میوه و سبزی و گیاهان و دانه ها نمی آمدن، این غذا آوردنشون، خوراک آوردنشون به خونه و نگهداری از بچه ها رو به رخ کسی بکشن و نیرو و قدرت خودشون رو به صورت سلطه و خشونت و با چماق بر سر دیگران بکوبن. اما سیستم مردسالاری که از 12,000 سال پیش پس از حدوداً یک جانشینی انسان ها به دست مردان افتاد، مشخصات ویژه خودشو پیدا کرد. 4 مشخصه اصلی مردسالاری و غلبه مردان دارا بود: نخست قدرت یا همون پاور، دوم دامیننس یا چیرگی غلبه، سوم هیرارکی یا همون به اصطلاح رده ها یا میشه گفت مدارج به اصطلاح نیرو، یعنی مثلا بسا طبقه بندی کردن قدرت که از بالا به پایین، مثلا مردی که بالا قدرت بیشتر پیدا کرد رفت نشست جایگاهش رو گذاشت اون بالا و درش سلسله مراتب ایجاد شد. و آخرین چیز رقابت بود که این هیچ کدوم اینها در اون زمانی که زنان غلبه داشتن و زنان دنبال شکار می رفتن و بچه ها رو تغذیه می کردن وجود نداشت. نه زنان دنبال قدرت برتر، نه دنبال چیرگی، نه دنبال سلسله مراتب و نه دنبال رقابت با مردان در چیزی بودن. ولی وقتی که مردان و انسان ها یک جانشین شدن و مردان چیرگی پیدا کردن و نیرومندتر شدن، قدرت رو به دست گرفتن، ساختار اجتماع رو بر اساس این مردسالاری یعنی قدرت، چیرگی، سلسله مراتب و رقابت ساختن. حالا ببینیم که نظره، حالا این آنچه بود که در تاریخ وجود داشت، اما میایم حالا ببینیم که در فلسفه غرب، یونان و پس از اون روم که تمام بنیاد اندیشه و فرهنگ و فلسفه غرب بر اساس میراث یونانی و رومی هست، نگاه فلسفی اونها چگونه بوده به مقوله مرد و زن و اینکه کدوم باید در اولویت یا در قدرت باشن. ارسطو دیگه همه میشناسیم، ارسطو پدر فلسفه یونان در واقع بر این باور بود که، یعنی تئوری ارسطو این بود، مردان بخش فعال جامعه‌اند و زنان بخش غیر فعال، یعنی اکتیو و پسیو در واقع میکرد. میگفت مردان هستند که
به اصطلاح انجام دهنده امور هستند در جهان و برتر هستند و اول آفریده شدند و زنان نوع درجه دو ناقصتر و پستتر انسان ها هستند. یعنی از نظر بیولوژیک بر این باور بود ارسطو که مردان سوپریور یا برترن، زنان پایینترن یا اینفریور هستند و این موجب میشه چون مردان کاملتر از زنان هستند، مغزشون بهتر کار کنه، توانایی های اندیشه و تصمیم گیریشون بهتر باشه و باید حکمرانی کنن و زن از اون سو به خاطر اینکه عقل خوبی نداره، اندیشه خوبی نداره، این حالا سخن ارسطو دارم خدمتتون میگم، و نمیتونه تصمیمات درستی بگیره، باید تابع و مطیع مرد باشه. حالا اینو در کجا میتونید بخونید؟ در کتاب لرنر 1989، چاپ 1989، فصل 8 و صفحه 11. حالا این چرا من دارم میگم چرا ارسطو این گونه فکر میکرد؟ برای اینکه ارسطو بر این باور بود که از نظر آفرینش زن از مرد برتره و بهتر، مرد از زن بهتره و برتره و تصمیم گیری و مغز و عقلش بهتره. این سیستم که فلسفه یونان قدیم بر اون بنا شد به اندازه نیرومند بود که در دموکراسی آتنی که برپا شد، که میگفتن به اصطلاح انسان‌ها بیان رأی بدن و رأی و نظر اکثریت، اون چه اکثریتی بود؟ تنها مردان آزاد ثروتمند حق رأی دادن و رأی گرفتن رو داشتن. یعنی در آگورا، میدانی که همه در آتن جمع می‌شدن برای انتخاب کردن مثلا نمایندگان مجلس، خب دموکراسی بود دیگه، رأی اکثریت، بردگان، زنان و دیوانگان نمیتونستن رأی بدن، یعنی زنان در حد بردگان و دیوانگان شمرده میشد. بنابراین کسانی حق رأی داشتن که مرد آزاد ثروتمند بودن، یعنی مالک بودن. این دموکراسی آتنی در اون دوران 2000 سال پیش، 2500 سال پیش، 1000 سال پس از اشور زرتشت، اینها در این رده از اندیشه بودن. شما میدونیم زرتشت بزرگ 3700 سال پیش میزیسته، بیش از 1000 سال بعد از اون ارسطو تازه در اینجا بود از نظر اندیشه فلسفی و سیستم فکری. تازه با این که ارسطو خودش الهاماتی از اشور زرتشت گرفته بود در برابر در باره فلسفه زندگی و اینکه هدف غایی زندگی شادی است و خوشبختی است و سرنیتی است و چگونه باید به اونجا رسید، اینها رو این بخش از نگاه فلسفی زرتشت رو گرفته بود، اما در نگاه برابر انسان‌ها اصلا همچین چیزی در اندیشه یونان باستان وجود نداشت و تو کتشون به اصطلاح نمی‌رفت. حالا اون یونان باستان که روم بر مبنای اون یونان و پس از اون غرب بر مبنای اون اندیشه شکل گرفت، بود تا کجا؟ تا میرسید به قرن بیستم. در قرن بیستم حالا ببینید اندیشه غرب تازه چگونه بود. فروید که یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان هست و قرن بیستم رو میگن اندیشه های فلسفی و روانشناسی فروید در واقع عوض کرد، بر این باور بود که زنان به خاطر ویژگی های بیولوژیکشون، سایکولوژیشون هم فرق میکنه، به خاطر ویژگی های جسمیشون از نظر سایکولوژی و روانی و روحی از مردان عقبترن و به اندازه مردان نیرومند نیستن و بنابراین توانایی ها و نقش هایی که زنان میتونن بگیرن رو باید متفاوت دونست با مردها. و به عنوان مثال میگفت مردان چون کاملتر آفریده شدن و اول آفریده شدن، همون حرف ارسطو به نوعی دیگر، زنان زن شدنشون سرنوشتشون در واقع بوده، یعنی یک سرنوشتی منشأ گرفته از سرنوشت مرد. مرد به طور کاملتر، زن بخشی از اون سرنوشت رو گرفته و ناقصتره. بنابراین رولهاش و توانایی‌هاش با مرد از نظر فروید فرق میکنه. باز اینو من از خودم نمیگم، این رو در کتاب فروید 1977 میتونید، چاپ 1977 میتونید بخونید. بنابراین شما الان دیدین که
هم در غرب باستان هم در غرب امروز سیستم و نگاه غرب به مرد و زن و تئوری هایی که اینها قرار میدادن، چه از نظر تاریخی چه از نظر مشاهدات به اصطلاح روانشناسی ساینتیفیک یا دانشی کهشون، همچین توضیحاتی داشتن برای نابرابری رول و حقوق زن و مرد. حتی از این نظر، حالا اینا رو گفتم براتون، ببینید انگلز چی میگه. انگلز هم یکی از فیلسوف‌های بسیار بزرگ در عصر به اصطلاح قرن بیستمه و ببینید چی میگه. انگلز بر این باوره که زنان زیر دستیشون و پایین تر بودنشون از هنگامی آغاز شد که پرایوت پراپرتی یا املاک خصوصی ایجاد شد، یعنی هنگامی که انسان‌ها آغاز کردند به ایجاد کپیتالیزم یا به اصطلاح مالکیت خصوصی و انسان‌ها شروع کردند به دارا شدن زمین و دام و اینها، غلبه مردان رفت بر سر زنان و در واقع زنان نه فقط از نظر نیرو و چیرگی و نفوذ و سلسله مراتب شکست خورد در برابر مردان و زیر دست مردان شد، بلکه جنس زن به طور کلی، یعنی فیمیل سکس، اصلا این سکشوالیتی هم اومد پایین تر از مردان قرار گرفت و تقسیم شدن مردان و زنان به دو کلاس متفاوت، زنان زیر دست و مردان در بالا دست. و در واقع باور انگلز بر این هست که چون مردان آمدند و این رو، این سیستم رو ایجاد کردند که ما میایم و مالکیت خصوصی مال ماست و ما قدرت داریم و مال داریم و زمین داریم، مال زن رو کنترل میکنیم، زندگی زن رو کنترل میکنیم و همه وجود زن میاد تحت شعاع وجود مرد، بودن مرد و زندگی مرد و خواسته های مرد و حکمرانی مرد قرار میگیره و از این روی دیگه هم چیرگی بر زن رو دقیقا در موقعی که پرایوت پراپرتی یا مالکیت خصوصی ایجاد شد، هم نفوذ بر زن رو در اختیار گرفتن، هم منحصر کردن زن رو به تک ازدواجی یا تک همسری یا تک شریکی و مرد رو در اینجا دستش رو باز گذاشتن برای که چون قدرت بیشتری داره زنان بیشتر هم میتونه بگیره. یعنی یک جوری سیستم تبعیض آمیز هم از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی غلبه مرد بود، هم زنان رو به تک همسری و مردان خودشون دستشون باز باشه برای اینکه اگر هم خواستن بیش از یک زن داشته باشن رو تأسیس کردن. حالا اینا رو گفتم برای اینکه شما بدونید در غرب و شرق، در واقع قدیم و جدید، چه اتفاقی در جهان می افتاده و این سیستم در چین باستان بوده، در مصر باستان بوده، در آفریقای قدیم بوده باستان، کشورهای مثل اتیوپی که بسیار قدیمی هستن، جز تمدن‌های خیلی قدیمی تاریخ هستن، در میان رودان که تمدن بین النهرین مثل آشوری ها و کلدانی ها و اینها بودن، در تمام اینها این غلبه مرد به زن رو دیدید. اما در همان زمان و حتی پیش از همه اینها در ایران، دقیقاً در پایان دوران مهرپرستی، هنگامی که اشوزرتشت خودش بالیده، زاییده و بالیده محیط، فرهنگ و جهان بینی ایرانی بود، میاد و هر جایی که یاد میکنه به عنوان انسانها یاد میکنه، نه به زن نه به مرد برتری نمیده و تنها در قوم آریا شما میبینید این برابری بین زن و مرد رو. خب ما میگم بهتون، گفتم بارها، برابری 100% که اصلا در هنوز در هیچ جای جهان در تمدن‌های گوناگون اصلا چنین چیز 100%ی وجود نداشت. اما و میدونیم که کاملا برابری 100% حقوق زن و مرد
پدیده است که چند دهه بیشتر قدمت نداره، در قرن بیستم تازه آغاز شد به برابری حقوق زن و مرد صحبت کردن در بارش. ما داریم درباره 4000 سال پیش ایران صحبت میکنیم که همان زمان در فرهنگ و نگاه و بینش ایرانی حقوق انسانها برابر بود و ایرانیها در برابر آنچه که برای خودشون به نام قانون در این کشور داشتند برابر بودن. یعنی اگر زن یک به اصطلاح بزهکاری یا یک جرمی مرتکب میشد، در برابر قانون عیناً با مرد برابر بود، بنا به میزان جرمی که هر کسی مرتکب شده مجازات میشد، نه به خاطر جنسیتش، نه به خاطر ثروتش، نه به خاطر پیر و جوان بودنش، نه به خاطر این کشور یا آن کشور زیر نفوذ ایران بودنش، نه به خاطر زبانش، نه به خاطر قومش و نه اینکه مال کدام بخش ایران، شهر بزرگ بوده. یعنی این نگاه انسانی و برابر ایرانیان که همه مردم رو از هر رنگ و پوست و شکل و زبان و منطقه‌ای در برابر قانون یکی می‌دانستند در محدوده ایران بزرگ ما بوده، از 4000 سال پیش اسنادش همه جا هست، مکتوباتش هست. و از کجا ما می‌فهمیم زن و مرد در یک جایگاه بودن؟ برای که می‌بینیم در همه عرصه‌ها هم زن بوده هم مرد. شما از زن در دربار و شاهی و همسر شاه، مادر شاه، خواهر شاه، دختر شاه میبینید که کاملا نامشون در تاریخ هست و نفوذشون، هم نفوذ اجتماعی، هم نفوذ اقتصادی، هم نفوذ سیاسیشون هست. هم میاد غیر از طبقه شاهی و اشراف و بسیار بزرگان کشور، در جامعه معمولی، در عرصه های گوناگون، در طبقه سپاهی، در طبقه دیوان سالاری، در طبقه پیشه‌وری، در طبقه دهگانان، در طبقه کشاورزان، در هر رده اجتماع ایران شما پا به پای هم نام زنان هست، هم نقششون بوده، اثرشون بوده. ما زن داشتیم که رئیس عده‌ای مرد حتی بوده، که شما در تخت جمشید در الواحی که باقی مونده میبینید زنان کارفرمایی که 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا کارگر مرد و زن زیر دستشون بوده و ایرانیان هیچ تفاوت جنسیتی قائل نبودن. برای اینکه شما به جایی که میخواین برسین، به توانایی هاتون برسین، به زندگی در حد شایستگی خودتون، هر جا هر کاری که میخواستید بکنید این توانایی رو داشتید. اگر دختر یک در طبقه سپاهی زندگی میکردید و نسلا در نسل شما سپاهی بودن، مهم نبود شما زن هستید یا مرد، میتونستید به ارتش و سپاه ایران بپیوندید در آن زمان، یا میتونستید در اگر مثلا میخواستید طبابت بکنید، ما طبیب زن و مرد هر دو داشتیم، یا اگر که طلاسازی میکردید یا مسگری میکردید یا بازرگانی میکردید، زن و مرد هر جا دیده میشد، هر کس بنا به شایستگی و توانایی‌هاش میتونست خودش رو نشون بده و کار به افراد شایسته سپرده میشد. به جنسیت افراد هیچ کاری نداشتن، به زبانشون کاری نداشتن، به اینکه از کدام بخش این خاک و آب خاک ایران بودن کاری نداشتن. و ما میدیدیم، بارها دیدیم، حتی غیر ایرانیانی که در ایران زندگی میکردن دارای حقوق برابر با ایرانیان بودن و همه افراد به شایستگیشون میرسیدن. کما اینکه آرتمیس معروف، دریا سالار معروفی که ما در دوران خشایارشا میبینیم، دقیقا زنیست که سیتیزنشیپ یونان داشت، یعنی زن به دنیا آمده، متولد یونان بود ولی به ایران مهاجرت کرده بود و در ایران زندگی کرد و بعد هم به استخدام ارتش ایران در اومد و بعد هم شد بزرگترین دریا سالار زن تاریخ ایران و جهان. خب اینو از چه جهت من برای شما گفتم؟ برای اینکه ما اینجا بدانیم هنگامی که ما داریم صحبت میکنیم از جنبش های فمینیزم، هنگامی که میبینیم در غرب یک پدیده ایجاد شد در قرن بیستم به نام جنبش های زنان و صحبت شد از برابری حقوق زن و مرد، چرا؟ برای این نیاز چند هزار ساله زن غربی. زن در جامعه غرب
غربی که منظورم وارث تمدن یونان و روم بود که حالا شامل تمام بخش‌های گوناگون اروپا میشه تا بخشی از شمال آفریقا و بعد هم که مهاجرت صورت گرفت به آمریکای شمالی و استرالیا و کانادا و جاهای دیگه، دیدید که این زنان به خاطر تحت ستم بودن هزاره ها، شهروند درجه دوم بودن هزاره ها، نگاه از بالا به پایین و تحقیرآمیزی که به زن شده بود برای هزاره ها در تاریخشون، تازه چه موقع؟ آن هم قرن بیستم، هنگامی که تازه زن وارد شد به یعنی جهان وارد عصر صنعتی شده بود، اواخر قرن 19 جهان وارد عصر صنعتی شد و کارخانه ها ساخته شد و چون نیروی مرد کم بود برای اون انفجار صنعتی اروپا، آمدن و گفتن ما بازم بیاییم از زنان با یک سوم تا نصف بهای کار مردان استفاده کنیم. یعنی نوعی بردهداری در عصر نوین بود. قدیم از اون، یعنی در دوران تاریخ غرب و جهان، شما بردهداری رو در همه جهان میدیدید به غیر از ایران. از مرد، از زن، از کودک خرید و فروش میشدن. کنیز بود، برده بود، نوکر بود، کلفت بود در همه جای جهان به غیر از ایران. تمام تمدن‌های بزرگ برای ساختن خودشون از نیروی مجانی بردگان استفاده کرد، در حالی که ما در ایران چند هزاره پیش سنگی روی سنگ در ایران گذاشته نشد با نیروی رایگان. ما هر کس رو به خدمت گرفتیم، حقوقش، مزایاش و همه مواهبی که میتونست ازش برخوردار باشه در محدوده ایران بزرگ یا ایران شهر میتونستن استفاده بکنن، حقوق برابر داشتن. حتی به زنان، آنچه که اسناد نشون میده در دوران هخامنشی، اگر زنان مادر بودن حقوقشون از مردان در همان شغل بیشتر هم بود، برای که میگفتن این زن هم بیرون خونه کار میکنه، هم مادر چند فرزند درون خانه، در حالی که شما چنین چیزی در هیچ جای جهان نمیدیدید. خب زن ایرانی که ما درباره ایران تا یورش تازیان داریم صحبت میکنیم، یعنی تا 1400 سال پیش که ایرانی بود، هویت ایرانی بود و مردم ایران جهان بینیشون، فلسفهشون، سیستم زندگیشون ایرانی بود، سیستم اندیشهشون، رفتارشون ایرانی بود و اسلامیزه و عربیزه و ترکیزه و اینها نشده بودن هنوز. بنابراین ما زنانی داشتیم که هیچ نیازی نداشتن برن جنبش های زنان، احقاق حقوق زنان یا نمیدونم خشم نهفته در وجودشون به خاطر اینکه زن بودن و درجه دو بودن و همه امکانات ازشون گرفته میشه. ما هرگز چنین چیزی نداشتیم. ما در ایران پیش از اسلام زن ارث میبرد، ارثش به خودش تحویل داده میشد، نه به شوهرش، اتفاقی که در یونان و روم باستان میافتاد. زن هنگامی که ارثی میبرد از پدرش، پدر بزرگش، خانوادهش، کسی در میگذشت، ارثش رو تحویل میدادن به همسرش. خودش حتی نمیتونست از ارث و ثروتی که داره استفاده کنه و کنترلی بهش داشته باشه. حتی اگر شما دختر یک وزیر و حاکم و به اصطلاح اشرافی بودید و ازدواج میکردید، دیگه از بعد از ازدواج کل اختیار زندگیتون میافتاد دست همسر. و اینقدر نگاه از بالا به پایین در یونان و روم باستان به زن وجود داشت و اینقدر زن رو در همونجور که گفتم در رده برده و دیوانه می دونستن که حتی کسر شأنشون می شد با زن بخوابن. و از این روی بود که زن در یونان و روم باستان فقط وسیله زایمان بود، یعنی چون دیگه به غیر از این نمی تونستن نسل و ادامه بدن، از زن استفاده می کردن. وگرنه تمام بزرگان، تمام اندیشمندان، از شما نگاه کنید، خود ارسطو بگیرید تا بیاین برسیم به اصطلاح خود اسکندر مقدونی که گی بود، تمام اینها معشوقه هاشون حتی مرد بودن و اینها اصلا کسر شأن میدونستن با یک زن که در حد برده و دیوانه هست هش رو نشری بکنن.
و از این روی هم هست. حالا چرا میگیم اینها رو؟ برای که اسنادش هست، برای که اگر شما برید در ایتالیا و توی پومپئی شهر 2000 سال پیش که یک سره زیر خاکستر دست نخورده مون تا 200 سال 150 سال پیش که این شهر رو کشف کردن و از زیر خاکسترها در آوردن، شما در روسپی خانه های این شهر بر دیوارها نقاشی هایی که میبینید روسپی زن هست، روسپی مرد هم هست، یعنی شما مردان رو روی تصاویر با هم میبینید. یعنی این نشون میده که جایگاه زن چگونه جایگاهی بوده که حتی بسیاری از مردان حتی برای خوابیدن هم زن رو ترجیح نمیدادن و با مرد به اصطلاح معشوق مرد داشتن، در حالی که شما اصلا چنین چیزهایی نمیبینید. و سیستم رفتار، نگاه ایرانیان، نگاه مردان ایرانی به زن، به فرزند، به خانواده و نگاه ایرانیان به طور کلی به انسانها چقدر با ملاتفت، با مهربانی و انسانی و برابر بوده و حتی به غیر ایرانیان، یعنی نه فقط باز در کشور خودمون، به غیر ایرانیان. ما هر جا که حمله‌ای بود، جنگی بود، نزاعی بود، وارد یک کشور ما می شدیم، نه کسانی رو می خریدیم و می فروختیم و برده می گرفتیم و می آوردیم و می بردیم و زنانشون رو تجاوز بکنن، زنانشون رو بدزدن. اصلا چنین کارهایی ارتش ایران و ایرانیان انجام نمی دادن. و اینقدر این موضوع برای آن زمان یونان و روم غیر عادی بود و عجیب بود که در تواریخ نوشته تاریخ نویسان یونانی و رومی مثل زنوفون و هرودوت میبینید که بر میگردن به این لحن یاد میکنن که ما باورمون نمیشه در ایران چرا مردان زنان رو نمیزنن، چرا مردان اینقدر با ملاتفت با زن و بچه، چرا اینها اینقدر احساسی هن؟ یعنی حسشون این بود که اینا مرد نیستن احتمالاً، برای اینکه مرد باید حتما دست به زن داشته باشه، قدرت از بالا باشه، زن اصلا آدم نباید باشه. برای اینها عجیب بود چرا در تمام مجالس، چه مجالس شاهی، چه مجالس اعیان و اشراف، چه حتی مردم کوچه و خیابان، چرا زنان در مهمانی ها و پایکوبی ها هستن؟ چرا شرکت میکنن؟ چون اونها اعتقاد داشتن زنها نباید اصلا وارد بشن به جایی که مثلا شاه هنگامی که با دیگران دیدار میکرد یا مهمانی های بزرگ دربار یا مهمانی هایی که افراد سرشناس و به اصطلاح اشراف بزرگان کشور میدن یا حتی مردم عادی کوچه و خیابان در جشن های مثل نوروز، شب چله، مهرگان، سده، اینها همه زن و مرد داشتن پایکوبی میکردن، در همه جا با هم بودن، نشست و برخاست میکردن، حتی زنان می نوشیدن و در مهمانی ها بودن و این برای اونا بسیار بسیار عجیب و غریب بود که یعنی میشه چرا اینها زن اینقدر آدم حساب میشه و چرا مردان اینا مرد نیستن که مثلا اینها رو به پستو برانن و چرا اینها رو میارن جلو. خب این از این نگاه. حالا ما میرسیم به زمانی که اسلام به اصطلاح حمله و یورش تازیان به جهان، به ایران و به اروپا انجام شد. خب هنگامی که نفس این آیین 100% مردسالار، 100% پدرسالار و 100% زن ستیز چگونه بود؟ دقیقا همون سیستمی که شما در یونان و روم میدیدید، زن چیزی در حد شهروند درجه دو، کنیز، معشوق و کسی که فقط بخوابه و زایمان بکنه، یعنی برای اینها وسیله خدمات و سرویستهی به مرد بود و شما نمی دیدید زن عرب هرگز اجازه داشته باشه بیاد جنگ. زن عرب، زن منظورم پس از اسلام، شما اصلا نمی دیدید اجازه داشته باشه که از خونه خودش بره بیرون، بره مثلا معامله کنه، بره تجارت کنه، بره نمیدونم طبیب باشه، مثلا نمیدونم دیوان سالار باشه، در سیستم اداری باشه یا در سیستم مثلا شمشیرسازی باشه یا در سیستم مثلا، برای که اینها به طور کلی زن رو در این باور کلن محو میکنن از زندگی انسانها و همه موجودیت زنانه رو هم انکار میکنن. از این روی هست که مرد
برای همه چیز زن در قانون اسلامی و در کشورهای اسلامی تا به همین امروز برای همه چیز زنش تصمیم میگیره، چی بپوش چی نپوش، کجا برو کجا نیا، حق داری کار کنی نداری، حق داری درس بخونی نداری، حق داری بچه داشته باشی نداری، آیا باید دختر داشته باشی یا پسر داشته باشی، که ما میبینیم حالا شاید در ایران این رو کمرنگ تر دارید میبینید به ویژه اکنون، اما در تمام کشورهای اسلامی همین امروز همه چیز برتری با مرده، برتری با پسره، یعنی زنی که پسر نمیزاید به شدت تحت تحقیر و تو سری زدن خانواده همسرش قرار میگیره و اینقدر بهش فشار میارن که تو باید اینقدر زایمان بکنی که پسر مورد نظر ما بیاد، حالا یکی هم نه 5 تا و 6 تا و 7 تا 8 تا پسر داشته باشی، و از این رویه که شما میبینید زن رو در یک گونی یا یک چادر سیاه میپیچن، اصلا همه هویت زنانه محو بشه، هیکل زن، چشم زن، ابروی زن، قیافه زن، اصلا هویت این زن محو بشه از اجتماع. قشنگ اینی که شما با یه پاک کن دارید زن رو پاک میکنید از عرصه اجتماع، از اقتصاد، از سیاست، و جالبه که همه چیز در مرد در این کشورهای اسلامی خلاصه میشه، حتی در امروز، حتی در کشورهایی که ادای اسلام متحمل رو در میارن مثل مالزی و امارات یا حتی ترکیه، ولی عملا شما مرد سالاری رو در تک تک سلول های این جوامع میبینید، همین که میبینید مردان بسیار خشن، و از اون جایی که این باور زن ستیزه و زن رو باور نداره، قبول نداره، عاقل نمیدونه، شایسته و با کفایت نمیدونه، شما میبینید بدترین خشونت ها به زنان در کشورهای اسلامی در قرن 21 روا میشه، در طالبان همین بغل گوشمون، در پاکستان، در افغانستان و پاکستان از اون سو، از این سو شما در کشورهای دیگر مثل همون کشورهایی که مثلا برید شما نگاه کنید لیبی، برین مثلا اردن، برین سوریه، برین عراق، برین در بین فلسطینی ها، شما برید در اینها زندگی زنان رو ببین، زن در این کشورها عملا هیچی نیست، حتی هنگامی که دارن بهش توجهی نشون میدن یه عروسک پرزرق و برق طلا آویزون کرده یه لباسای فاخر بپوشونن، این عروسک خیمه شبازی در خونه نگهش میدارن، دیگه این ماکسیموم دستاوردی است که یک زن داره، و به زن اینو باوروندن که خوشحال باش، خدا رم شکر کن که یک سقفی بالا سرته، یه نفر خرجتو میده و غذایی میخوری و 7-8 تا بچه داری، یعنی زن به این درجه نزول کرده، و هرچی هم میان ادای اینو در بیارن که نه ما هم کشورهای مترقی هستیم، شما در کدام زن اماراتی میبینید که بتونه بدون اجازه شوهرش بره سفر؟ شما هرگز هم چیزی رو در خانواده های اماراتی نمیبینید، شوهر حرف بزنه، زن رو حرفش بتونه حرف بزنه، مخالفتی بتونه بکنه، بتونه صدای خودشو بگه آقا جان من مثلا بچه نمیخوام، یا من یه دونه بچه میخوام، یا من دو تا بچه، اصلا شما همچین صدایی نمیبینید از یک زن عربستانی یا یک زن اماراتی یا یک زن افغانی و پاکستانی، و اینها برای کوچکترین کارهایی که میکنن محتاج اجازه و نظر و به اصطلاح بکن و نکن همسرشون هستن، و از این روی هم هست که میبینید که این گونه جوامع هرچی هم که میخوان ادا در بیارن، خودشون رو همرنگ و همراه بخوام بکنن با جهان مدرن، چون مشکل اینها ریشش در جای دیگه است هرگز نخواهند تونست. اما ممکنه زنان عرب، زنان در فرهنگ های عربی، زنانی که در اونجا دارن به دنیا میان و بزرگ میشن، حتی براشون این موضوع دیگه یک اصل پذیرفته شده شده باشه و به چشمشون نیاد که در کجای جهان امروز قرار دارن، اما این موجب نمیشه که ما فکر کنیم که اینها در اون کشورها زیر دست نیستن یا به اصطلاح سابوردینیت نیستن، و اینا حالا چون خوب غذا میخورن، چون خوب لباس میپوشن، چون طلا زیاد دارن، چون بریزو به پاشه حالا پول نفت یا بالاخره چنین چیزهایی ممکنه در اختیارشون باشه، پس زنان خوشبختی هم و هیچی هم کم ندارن و در عرصه جهانی در رده مساوی با مردان هستن.
برای همین شما دیدید که این جنبش های زنان چرا ما در کشورمون نیازی نبوده بهش و حالا چرا در غرب ایجاد شد. گفتیم هنگامی که غرب وارد عصر به اصطلاح صنعتی شد و مدرن شد و کارگرهای کارخانه ناکافی بود تعداد مردها، به ویژه هنگامی که در جنگ جهانی اول و دوم هم شما اینو خیلی میدیدید که خب سربازان کشته میشدن و در این سری جنگ های از پایان قرن 19 که خب ما انقلاب فرانسه و جنگ های مختلف رو در هر گوش و کنار میدیدیم و مردهای بیشتری کشته میشدن به نسبت زنها، خب کارگر بسیار نیاز بود و کارگر زن به ثمن بخش مجانی بود تقریبا، یا حالا یا نصف یا یک سوم در خیلی از جاها حقوق میگرفت. و اینها موقعی که آمدن زنان رو در بدترین بخش ها در مضرترین کارخانه ها به کار گرفتن با کمترین حقوق ها، زنان به یک جایی رسیدن، چون اول انجمن های کارگری رو تشکیل دادن و انجمن های کارگری منبع جنبش های زنان شد، برای همین بیشتر میبینید که جنبش های فمینیستی و جنبش های زنان زیر مجموعه جنبش های کارگری و کمونیستی در واقع شدن یه جورایی و چپی بودن. برای که خب اول میگم کارخانه ها اومدن اتحادیه های کارگری رو درست کردن، خب اینا فرآورده های جهان مدرنایز شده و جهان صنعتی بود دیگه، اتحادیه کارگری وجود نداشت در 200-300 سال پیش. ولی وقتی کارخانه ها شروع کردن به دستمزدهای کم، ساعت های زیاد و کارهای مضر، خب اینا اومدن یه خورده گفتن آقا کسی که به فکر ما نیست، بیاین دور هم جمع شیم اتحادیه کارگری درست کنیم. اول مردها، بعد یواش یواش اتحادیه کارگری هم زنان برای خودشون درست کردن در زیر مجموعه اتحادیه کارگری مردانه. و بعد اولین اعتراضشون هم فقط برای دستمزد بود. اعتراض نخست اینها برای دستمزدهای بسیار کم، نصف یا یک سوم مردان بود و ساعت‌های کار بسیار طولانی و کار در محیط‌های مضر مثل ریسندگی، بافندگی، صنایع سنگین، فلزات سنگین، سرب و روی که همه اینها سرطان‌زا بود برای زنان و پوستاشون شروع می‌کرد به لکه‌های سرطانی زدن و در تماس بودن با گازها و مواد شیمیایی صنعتی آن زمان که هیچ نوع سیفتی هم می‌دونیم که در کارخانه‌ها نبود، اصول مثلا ایمنی رعایت نمی‌شد. اول زنان اومدن از اینها اعتراضاتشون رو شروع کردن و بعد یواش یواش در زیر مجموعه های اینها آغاز قرن 20 جنبش های زنان را افتاد که گفتن آقا ما یه حقوق برابری میخوایم، با ما این رفتار رو نکنی، ما هممون مادر 4-5-6 تا بچه ایم، از روی استیصال و نداری اومدیم داریم کار میکنیم، به ما یه حقوقی بدین، یه شرط انسانی بدین. و این شد آغاز جنبش های فمینیستی. و خب این لازم بود برای زن غربی و این انقدر در زن غربی در چند هزار جمع شده بود، این فشارها و این عقده‌ها و این ناراحتی‌هایی که ستم‌هایی که نابرابری‌هایی که از مردان دیده بودن کشیده بودن در اجتماعشون، که دیگه یواش یواش اینا هی رفتن جلو و جلوتر و دیگه یواش یواش جنبش‌های فمینیستی به یک جایی رسید، چون میدونیم که با اندیشه های لیبرال و چپ و اینها قاطی شد و یواش یواش دیگه از اون جنبه حقوق برابر زن و مرد هم خارج شد و یک جورهایی میشه گفت رفت از اون ور بوم افتاد پایین. اکنون در جهان هنگامی که جنبش های زنان رو میبینید، جنبش های فمینیستی رو میبینید، بسیار تصاویر زشت و ناخوشایندی میبینید. زنان برهنه روی بدنشون میان شعار نویسی های بدی میکنن، الفاظ بدی به کار میبرن، فحاشی و حتاکی های زیادی میکنن، حرکات بسیار غیر شأن انسانی، نه تنها شأن زن، شأن انسانی انجام میدن و خیلی زیاد شدن یک جورهای بازیچه چپی ها، نئولیبرال ها و در واقع یک جورهای گلوبالیست ها. و خب اونام از این موضوع استفاده میکنن برای که میگن کی بهتر از اینا که بتونیم اینا رو روانشون رو دستکاری بکنیم و بیایم هی زیر به اصطلاح بغلشون هندونه بذاریم و بگیم شما به به آفرین، خوب کاری کردین، فردا همتون لخشین بریم فلان جا، فردا همتون این کار بکنین، فردا بریزین مردا رو فلان کنین. بعدم میبینید که بین اینها تبلیغات همجنسگرایی زنان هم زیاد میکنن این سیستم های نئولیبرالیسم و غربگرایانه و یه جورهای تبدیل شده به ستیزه با مرد،
یعنی این دیگه اصلا ربطی دیگه تقریبا میتونیم بگیم نداره به حقوق زن و مرد و حقوق برابر و انسانی نگاه کردن و استفاده ابزاری نکردن و اینها. اینا الان خودشون یه جورهایی دارن استفاده ابزاری میشن توسط نئولیبرال ها، چپ ها و گلوبالیست ها، و یک جورهایی شده از بین بردن و زیر پا گذاشتن اصلا شخصیت مردها و مردانه. یعنی یک جورهای شما میبینید که به مدلی رفتار میکنن که یعنی هر کس که خیلی مردانه باشه بده، این مردهای حالت مثلا گی یا حالا مردهای زیر ابرو برداشته آرایش کردن بد نیستن، اینا هم خوبن، اینا اومدن با ما توی جبهه دارن از حقوق زنان دفاع میکنن، چون خودشون هم نیمه زنن، و از این بازیهای بسیار که دیگه هیچ ربطی نه تنها به حقوق برابر انسانی زن و مرد نداره، بلکه حتی میشه گفتش که به مرزهای اخلاقی و خانواده و حرمت انسانی هم یه جورهایی داره تجاوز میشه و از حدهای قرمز خیلی هاشون گذروندن. و در همه اینها ما میبینیم که باز هم حتی در دنیای امروز، حتی ایرانی که 1400 ساله بمباران اسلامی شده، راه گریزش فمینیزم نیست، برای که اون نشون داده که اهداف دیگری پشتش هست، دقیقا مثل اون اهداف تجزیه طلبانه پان ترکیسم و پان کردیسم و پان عربیسم و اینها که یه اهداف دیگری است. بعد یه عده آدم رو مغشوی میکنن میندازن جلو که وا مثل وا اسلاما، وا ترکا، وا کردا، وا عربا را میندازن، اینا هم وا زنا، وا لزبیانا، وا گیه ها را میندازن، و در پشتش یک اهدافی است که کارهای دیگری رو برای اینها رقم میزنه و پیش میبره، اهداف دیگری رو اینها میخوان پیش ببرن. وگرنه ما زنان ایرانی در فردای خلاص شدن از این رژیم اهریمنی و نجات پیدا کردن در واقع از این سرکوب و باور زن ستیز کاملا کاملا نابود کننده زندگی، نه فقط زن در ایران، نابود کننده زندگی، نابود کننده مرد ایرانی هم هست این باور، نابود کننده فرزندان ایران زمین هم هست، نابود کننده زیست بوم ایران زمین و جانداران ایران زمین هم هست، این همه درختی که قطع میکنن، این همه حیواناتی رو که سلاخی میکنن با بیرحمی، این همه فرزندانی که خرید و فروش میشن در قالب فرزند کار و گدا و دزد و مواد فروش و این حرفا، تمام اینها نتیجه یا به اصطلاح ریشش از اون ستم 1400 ساله و ویرانگرانه است که این باور در ما داشته. اگر ما فردا از این سیستم آزاد بشیم، رها بشیم، این زنجیرها رو ما بتونیم از دست و پای مردم ایران باز کنیم، ما نیازی نداریم از فردا زنانمون فمینیست بشن، عقده گشایی بکنن، مرد ستیزی بکنن یا برهنه در خیابان ها را برن و اعضای خصوصی بدنشون رو به دیگران نشون بدن. ما نیازی نداریم به این کارها برای اینکه حقوق انسانیمون رو مطالبه بکنیم. و اگر ما ایرانی بشیم، اگر فلسفه‌مون، جهانبینیمون، هویتمون از نوع ایرانی بشه، در فرهنگ ایرانی همه اینها خودش مستطره. من و شمای ایرانی هیچ فرقی برامون نمیکنه بچه‌مون دختر باشه یا پسر باشه، هیچ فرقی برامون نمیکنه. من زن هستم ولی شایسته هستم میتونم بشم رئیس و مدیر کل فلان اداره، یا مرد هستم، هر کسی هر کاری رو بهتر انجام میده، هر توانایی که داره به استحقاقش، به جایگاهش برسه و هیچ تبعیضی بینش نباشه. اگر ما دوتا مهندس داریم یک جایی دارن کار میکنن، در یک معدن، در یک کارخانه، در یک به اصطلاح مؤسسه یا صنعتی، و زن هستن یا مرد هستن، نباید تفاوتی بکنه و حقوق اینها، چه مجردن، چه متأهلن، چه زنن، چه مردن، نبایستی تبعیضی باشه. و بعد هم در برابر قانون ما ایرانیان هیچ کس رو مجزا نمیدونستیم. ما ایرانی هایی بودیم که حتی شاهمون رو، ما خسرو پرویزمون رو تونستیم بکشونیم به دادگاه و داوران بنشینن و داوری بکنن
اشتباهات یک شاه رو، یعنی ما حتی شاهمون با بقیه مردممون در برابر قانون یکی بوده و هیچ کس در مملکت ما، در ایران بزرگ ما دست نیافتنی نبوده که بگیم قانون مال ما بدبخت بیچاره هاست، مال ما مردم عادیه، مال آدم های بی سرپرست و بی کسه، ولی اون پولدارا یا اون قدرتدارا یا صاحبین نفوذ یا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا این یا اون، هیچ قانون نمیتونه دستشون بزنه. برای همین یادمون باشه مرد سالاری و زن سالاری در ایران ما معنایی نمیداده، نمیده و نخواهد داد و من و شمای ایرانی بایستی تنها چیزی که در نظر میگیریم اینه که انسان باشیم، نگاهمون انسانی باشه، بسازیم به جای ویرانگری، همدیگر رو کمک کنیم که یک جامعه با هم به بالندگی برسیم. زیر پای کسی رو نباید خالی کرد، فرصتهای کسی رو نباید گرفت. این فرد چه کوچک، چه بزرگ، چه جوان، چه پیر، چه زن، چه مرد، چه گیلک، چه بلوچ، چه خوزستانی، چه اصفهانی، باید فرصتهای یکسان زندگی، کار، تحصیل، اشتغال و همه فرصتهای زندگی برابر در این آب و خاک داشته باشن، هم برای نسل ما، هم برای نسلهای پس از ما. دنیا سپاس بانو آرتمیس عزیز. البته تو در ایران امروز که تحت حاکمیت جمهوری اسلامیه، محکومیت، محرومیت، محدودیت برای مردم عادی هستش و میبینیم که دزدان، شاه دزدانی که دارن بر ایران حکومت میکنن، هیچ گونه محدودیت قانونی ندارن و کارهای دزدی‌های کلانشون و هر کاری که در ناشایستی که دارن در اون جامعه انجام میدن یا در اون حکومت رو با کمال پررویی زور میزنن به دوربین و به مردم و عکسش رو میگن. همین چند روز گذشته خانواده قالیباف اومده بودن ترکیه، خرید که سیسمونی خرید کرده بودن و دو واحد آپارتمان چند میلیاردی خریده بودن و همون موقع قالیباف میاد میگه ما خجالت میکشیم در یخچال، چون هیچی توی یخچالمون نیست، خجالت میکشیم که حالا به نوامون چه جواب بدیم. ببینید مردم ما همونطور که شما گفتیم، یعنی ملت ایران تا قبل از حمله اعراب، خب زن و مرد اصلا این مباحثی که امروز فمینیست داره سعی میکنه بین زنای ما، یعنی کسایی که مهره های دست فمینیست های غرب هستن، سعی میکنن که تو ایران هم زنای ما رو بر علیه مردانمون بشورونن، در صورتی که زنان ما باید بدونن که ما دست در دست مردانمون میتونیم اول میهنمون رو نجات بدیم، بعد برای برابری حقوقمون از قانون شرع و اسلامی که الان بر جامعه‌مون حاکمه، قانون اساسی مطابق با قانون حقوق بشر، وقتی بتونیم اون قانون رو در کشورمون اجرا کنیم، با همه با هم برابریم و بر میگردیم به همون اصل و ریشه و به طبق معمول به حرفای قبلا گفته شده به خود خودمون. و اونجاست که ما زنان ایران هیچ نیازی به جنگیدن با مردان ایرانی نخواهیم داشت، بلکه امروز دشمن ما فقط و فقط جمهوری اسلامی و اسلام هستش. بانو آرتمیس هست، اگر صحبت پایانی دارید. سپاسگزارم. من ازم در یک جایی در یکی از کلاب هاوس ها پرسیدن که خب این زنانی که اکنون در ایران میان میرن خودشون انقدر حرف از حقوق برابر میزنن، چرا میرن مردان رو به زندان میندازن برای مهریه و این بازی ها رو در میان؟ گفتم اونها هم دقیقا نشون دهنده قربانی بودن این سیستم زنستیز، این باور زنستیز داره که انقدر که قانون پشتیبان زن نیست و هیچ جایی زن در هیچ مرجع قانونی، در هیچ دادگاه و دادگستری صدای حق خواهیش به جایی نمیرسه، تنها حاشیه امنیتی که پیدا کردن، که تازه خود قانون اسلام هم گفته همین یه مهریه است، که تازه همینو هم حتی مردان ثروتمند در ایران به زنانشون پرداخت نمی کنن و 10 سال یه زنو می کشونن دادگاه و دادگستری برای پرداخت مهریه. درست. ما وقتی که میگم حقوق برابر داشته باشیم، قانون پشتیبان از حامی زنان داشته باشیم، نیاز به هیچ کدوم از این مسائل در ایران آینده نخواهیم داشت و با امید روزی که بتونیم زن و مرد کنار هم، پشت به پشت هم، با اراده آهنی و ایرانیمون جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم.
بله. اگر صحبت پایانی دارید میشنویم، اگر نه که سپاسگزارم و امیدوارم که ما ایرانیان اینو درک بکنیم که ما هممون قربانی یک مشکل اصلی هستیم، یک تومور مغزی هممون داریم و با مسکن خوردن تومور مغزی درمان نمیشه. شما باید یک تومور رو ریشه‌کن کنید که یک بیمار سرطانی رو نجات بدید. با قرص مسکن، با انجمن زنان اینور و اونور، در حیطه این چارچوب قانون اساسی اسلامی این کشور شما به هیچ جایی نمیرسید و هیچ گامی نمیشه در این همچین کشوری یا در کشورهای مشابهی که قانون اسلامی هست هیچ گامی شما نخواهید تونست برای بهبود زندگی زنان و احقاق حقوقشون بردارید. سپاس از شما. سپاس از شما بانو آرتمیس عزیز. جاوید شاه، پاینده ایران یک پارچه، بدرود. بدرود.